خب سلام بچه ها، خیلی خیلی خوش اومدیم به یه ویدیو از کانال یپ اسپورت. جایی که شاید نمیده فوتبال صحبت میکنیم و بازی آلومینیوم عراق و استقلال تمام شد، اومدیم صحبت کنیم راجع به بازی و ببینیم چطور بود. آقا اول از همه جان مهدی قائدی احساس میکنم از اون 1 میلیون دلار شاید 500 هزار تومنش هم فعلا بازی نکرده. این بازی بد نبود، من نیمه دوم مثلا دیدم نرمال بود. تیم که مثلا نتیجه نگیره خیلی بولد میشه بد بودن بازیکن، ولی خب کلی بخوام بگیم این فصل خب مهدی قائدی واقعا بازیکن همیشگی نبوده، بابتش زیاد هزینه شده، ولی خب چیزی که مشخصه با مهدی قائدی قبل از ترانسفرش واقعا خیلی اختلاف داره. داشتین تو بازی بحثش میکنم، گفتی چرا هر کی رفت اونور واقعا بخوام بگیم تک و توک بودن بازیکنایی که رفتن اونور موفق بودن و بازیکنایی که رفتن اومدن همون کیفیت سابقشون رو داشتن. مثلا ترابی رفت اونجا بد بود، ولی وقتی برگشت اینجا بعد از فاز همون ترابی همیشگی بود. آره ولی خب اونجا خراب کرد ولی سری برگشت اینجا اوکی شد. یا مثلا سروش رفی اینجا خوب بود، رفت اونجا گند زد، اومد دوباره دو سه فصل طول کشید تا برگرده حالت قبلیش. یه به نظر من مهدی قائدی هم باید بهش زمان بدیم، شاید بتونه برگرده. مثلا سروش رفی یا خیلی دیگه که رفتن اومدن خوب نبودن، آروم آروم دوباره تو لیگ ایران بیشتر بهشون وقت داده شد، تونستن برگردن. راجع به مهدی قائدی همین رو دارم بگم، چیزی که هست الان خیلی اختلاف داره با چیزی که قبلا بود، ولی خب باید زمان بدیم ببینیم چی میشه. در رابطه با داوری، داوری خیلی بازی پرحاشیه‌ای بود. آلمانی مراک هیچ سوتی اشتباهی نزد، دو سه تا صحنه پنالتی مثلا مشکوک بود که اصلا پنالتی نبود واقعا نیمه دوم هیچ کدوم. داوریش خوب بود، 50-50 ها رو به نظر من درست زد، اخراجش درست بود. آره. ولی مدیریت نتونست بکنه دیگه. آخه یه خورده نیمکت... اسمش کلا بد در رفته، اسمش بد در رفته. بعد آلمینیو میذاره واقعا بد بود نیمکتش. نیمکتش همه استقلالیان، همه کسایی هم که خیلی دوستشون دارم، ولی آلمینیو خیلی کثیف بازی کرد نیمه دوم. دیدی هی میافتادن، بعد داور میگفت با برید بیرون، مثلا فقط برانکارت بیاد دیگه، دکتر نیاد، بعد پا میشدن. این مسخره، از این کثیفه. ولی اون اخراجه رو خیلی حاکم، چون اخراج کامل درست بود. 4 نفر مثلا اوت شده، یاری رفت تو میندازه تو، نمیخواد بندازه، مثلا الکی زیم کنه، بعد کارت میگیره، اعتراض میکنه، فوش میده. یه بعد حرف زدن با داور کارت داره. میبینیم خیلی بعد بازی دیار بازیکن داور قورت میده. دهنش زیر، یا مثلا بعد بازی محبی رفت بهش اعتراض کرد، سری کارت داد. دیگه 4 نفر اینجوری قرمز بدی، جرأت نمیکنه اون کارو کنه. آفرین. دیگه در رابطه با نکته فنی خاصی نداشت. سوال فشار آورد، یه سره تو محوطه آلومینیوم بود، داشت حمله میکرد، موقعیت خوبی هم داشت، ولی خب تیمی که مثلا مدافع عنوان قهرمانی و مثلا تو لیگ دوم و اینا دیگه، و خیلی سطحش بالاتر از این حرفا باشه دیگه. راجع به جعفر سلمانی هم این نکته بگم، واقعا بده. ببین فصل پیش هم بازیکن خاصی نبود، صادقانه بگیم. فصل قهرمان شد، جعفر سلمانی گلای 3 امتیازی زد، پاس گل داد، ولی بازیکن خاصی نبود که بگیم آقا یا حرکت چشمگیری داشته یا مثلا تو دفاع عالی بوده. بازیکن کاملا معمولی بود تو... ولی چون... خیلی معمولی، ولی چون استقلال خیلی خوب بود اون موقع، اینم بازیش اوکی بود. آخه من چی بوده جعفر سلمانی، ولی الان واقعا بده در مقایسه با مثلا جلالی. واقعا جلالی خیلی سرد. ببین هر بار این فصل تعویض شده و جلالی اومده تو، یه دفعه چپ استقلال راه افتاده. آره. جلالی هم اونقدری با کیفیت نیست، ولی خیلی بهتر از سلمانیه. سلمانی واقعا بده این روزا، یعنی مثلا آدمو خسته میکنه، توپ میاد فقط میخواد سانت کنه. خب لا مثلا یه سر توپ بزن، حداقل شانس تو دوباره امتحان کن، یا ببر توپو جلوتر. حتی این موقعیت خیلی خوب داشت، تمارز کرد جلوی دروازه. این واقعا سطح بازیکن خیلی پایین اومده. حالا یه سری میگن افت کرده، ولی من میگم نه، این واقعا از اول همین بود، افتی در کار نبود. اینجا فنی یه مشکلی که هست، خب وقتی تیم اینجوریه، مثلا ابوالفضل جلالی دقیقه 90 80 خورده تعویض شد، از موقعی که تعویض شد استقلال هی فشارش بیشتر شد. خب اگه زودتر میاد قطعا میتونه نتیجه بخش بشه. نمیدونم چرا استاپینتو استار داره. من چند تا بازی جلالی گفت، خدای جلالی هم خوب بود بابا، هر بازی گذاشت خوب بود. یا حتی مثلا تیم ملی جلوی اوروگوئه بازی کرد، خیلی خوب بازی کرد، خوب بازی کرد. نمیدونم چرا آخه هر سری هم گذاشته و تعویضش کرده سری، اینو آورده. اینا چرا شاید تو تمرینه، شاید مثلا خوبه. اول پس تاکید کردم تو 4 دفاعه جعفر سلمانی هیچی نیست، تو 3 دفاعه چون برمیگرده تو کار دفاعی خوبه. فصل پیش آره
فکر کنم اصلا 5 تا دفاع داشت. سلمانی دیدی میخورد پشت سرش، جمع میکرد. چشمی بود، یزدانی بود، آره فلامی بود، سری مراد ولی الان دیدی بخار تمومه. الان دیدی بخار دیگه رفته داداش. و این همین جعفر سلمانی خیلی ضعف داره. اصلا تو حمله که واقعا افتضاح، تو حمله واقعا بده. فقط ضربه میزنه مثلا سانت میکنه یا ضربه میزنه سمت دروازه. یعنی مثلا یه نیست ولی تکنیکی، یه مثلا کار ترکیبی، یه پاس خوبی، یه سانتر خوبی، حتی سانتر هم خوب نیست. جره گوشا نیست کلا. نمیخوام خرابش کنم ولی میخوام خرابش کنم. چه نمیخوام. واقعا مشکل این بازیکن. بقیه بازیکن‌ها بد نیستن. میگم استقلال شده که مثلا میبردیم بازی و مثلا پرسپولیس اون روز روی حرکتی گل زد بعد برد، بعد همه حالشون خوب بود هوادار پرسپولیس که آقا تیم برده. ولی اگه همون مثلا گل زده نمیشد اتفاقی، همه میمدن خورده میگرفتن ریز به بازیکن‌ها. الان هم شاید همون باشه. اگه مثلا یکی از ضربات محبی میرفت تو گل، ما میگفتیم آره فلانی خوب بود، فلانی خوب بود، ولی چون نتیجه نگرفته میام بعدشو بگیم. اینجوری بد باشی میگی سطح. آره مثلا تو همیشه تدر کردی میگی صادقی بده. صادقی ده بابا. ولی به طور کلی مثلا محبی واقعا داره خوب بازی میکنه تو استقلال. روز به چشمی واقعا داره خوب بازی میکنه. بازیکنای مثل عرضم به خدمت که جلالی یا مثلا دفاع وسط و سیلوار فلامی، سیلوار فلامی فوق العاده ان. حسینی باز فصل خوبی داره پشت. سعید مهری هر وقت اومده خوب بازی کرده. اینا رو باید گفت. خوب خوبه. ولی خب کمه، یعنی کافی نیست اصلا. و اینکه حاج فتحت برگشت مثل اینکه برکت تیم رفت. نمیشه حالا یه روزی مثلا بگیم که آره فلان شد. قضیه هم یه موقعیت. مطمئنم که تاثیر داشت، یعنی یه شوک ریزی. آره قطعاً. اومده دیگه فکر کنم مثلا وارد شده. مثلا یه سال تیم خودش به بازیکنایی که ببین مثلا خیلی دیگه فوتبال خودمون رو میشناسیم. بله. همه چی رو کاغذ نیست. همه چی تو قرارداد نوشته نمیشه. قطعاً اون مدیر خیلی قولها داده، خیلی حرفا زده، بعد بازیکن رو حرفش حساب کرده، بعد یه شب بره یه مدیر دیگه میاد این حالا بیا بگه ثابت کن که آقا مثلا ما اینجوری صحبت کرده بودیم، قرارداد بسته بودیم، مثلا پاداشو فلان جور بوده، ولی تو مثلا نمیدونی اون رو عدد و رقمای قبلی کار میکنه. دقیقاً. بعد سبک مدیریتی خودشو داره و این ممکنه تیمو کنه نابود کنه. ببینم بود از ریاکشن موازی حرف دیگه داری یا چند دقیقه شد؟ 8 دقیقه شد. همین. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. آها در مورد چی؟ نظراتتون. در مورد اینکه فکر می‌کنی ساپین تو الان کنار نیم کرد نیست چقدر تاثیر داره؟ تاثیر داره واقعا مثلا. چون بازی پیشم خدای حق 0-0 بود. 1-1 بود. خب اون حالا عادی بود. زبان دیگه از همه تیم‌ها 0-0 گرفت. نه اون که میدونم. ولی خب نه بغل زمین بود به نظر من تاثیر داشت. ساپین آره واقعا آخه این که انرژی زیاد آره. داد به دست انرژی خوب میداد به تیم. درسته یه موقعی ممکنه هاش الکی شلوغکاری تیمو خراب کنه، ولی خب یه موقعی مثل این بازی ها تو ایران شلوغکاری آره. بیشتر مساوی با امتیاز بیشتری خب دیگه خطا میتونه سچ بخشه. چقدر محرومیتش فکر کنم یه دو سه جلسه بود فکر کنم این آخرش بود. فکر کنم یه تلقیقی هم احتمالاً بهش دادن. خب بچه ما خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو دیدین. حتما دکمه لایک رو بکوبید اگه خوشتون اومد، سابسکرایب کنید، نظرتون رو کامنت کنید و دمتون گرم. آقا خدافظ.